بسم الله الرحمن الرحيم. ویدیوی دوم است سیستم مدیریتی فلزا از فاست فودز. خب شروع می کنم. در این ویدیو اول ما تنظیم با بار اول باید ما سیستم خود تنظیم کنیم. خب چطور می توانیم تنظیم کنیم؟ فرضاً تنظیم کرنسی. اول بار ما باید کرنسی را که ما ضرورت داریم ما کرنسی را باید ما در سیستم کنیم. درست است؟ در سیستم سه کرنسی است. اگر ما دلار ضرورت داشته باشیم خود دلار را میمانیم. درست است؟ افغانی خام ضرورت است افغانی را میمانیم. اگر به جای کالدار ما کدام کرنسی دیگه استفاده میکنیم، درست است؟ فرض ما یورو استفاده میکنیم، درست است؟ باز یورو میمانیم. اگر می کالدار شما استفاده میکنین کالدار میمانیم، درست است؟ دی قسمت که است اضافه کردن کرایه. کرایه را که ما داریم، درست است؟ کرایه را که فعلا ما برای آپارتمان ها مشخص کردیم، فرض با پالانی پلازا پلانی منزل شما دیگه انتخاب میکنه، اون دکان شده دیگه قسمت انتخاب میکنیم، قیدای کرایه پیلی بر ما اینجا نشون میده. درست است؟ فقط ما کرایه اینا را اینجا درج میکنیم، ملاحظات را نشون میکنیم که چرا ما کرایه بالا بردیم. درست است؟ یگان تا پلازا هسته فرضاً کرایه است 200 دلار. درست است؟ اونا کرایه خود را پایین میاره 150 دلار 180 دلار با اساس هم آپارتمان با اساس هم بلاک کرایه خود را تنظیم میکنه، دوباره کرایه خود را نو میکنه. درست است؟ یا هم کرایه خود بالا میبره. فرضاً دمه بعد از انقلاب در مقابل خود شرایط تطور جور شده که کرایه بلاک ها و دکان ها پایین آمده. خب میتونین شما از همینجا کرایه خود را پایین بیارین. درست است؟ فرضاً فعلا که شرایط کمک خوب شده آلی، پس دوباره کرایه بالا میشه، یک تا بالا بردن شروع کرده. خب شما میتونین که از این قسمت کرایه نورا دوباره در همینجا مشخص کنید. دی قسمت که ما دیگه ما داریم کم کردن کرایه. دی قسمت ما میتونیم که کرایه خود را بالا کنیم، دی قسمت میداریم که کرایه خود را کم کنیم. ترتیبش یک رقم است. خب دیگه ما داریم مدیریت یوزرها. شما میتونیم که یوزرها را در سیستم خود یوزرها را اضافه کنیم. درست است؟ اول ما در اینجا میبینیم تنظیم صلاحیت ها. اول شما صلاحیت ها را جور میکنیم. درست است؟ فرض ما در قسمت ما نشته میکنیم خب مدیر اداری. باز مدیر اداری شما خودتان صلاحیتش تنظیم میکنید، اونا چی کار کرده میتونه. درست است؟ فرضاً کرنسی سیتاپ کی است، اونا میتونه که کرنسی را سیتاپ کنه یا نتونه. درست است؟ امیر ما چک مارک میتیم، یا فرضاً اونا نمیتونه که کرنسی را سیتاپ کنه، یا دبخشی دی یوزر اونا رولز جور کنه، یا یوزر ثبت کنه نو یوزر ثبت کنه نمیتونه، فقط یوزر را دیده میتونه. درست است؟ اما یوزر هم نو جور کرده میتونه ولی ایدیت و دیلیت نمیتونه، یا نو جور کردن یوزر هم برایشان رایت نمیتونه به خاطر که او کار عمومی مسئول است. درست است؟ در روزنامچه اون نمیتونه، فرضاً مدیر اداری میتونه در روزنامچه یک اصولی نو کنه یا هم ببینه. درست است؟ اما نمیتونه که کدام دیلیت و ایدیت بیاره. درست است؟ همچنان نمی تمام موارد که دمینجا دمی قسمت نشته است شما میتونید که انتخاب کنین صلاحیت برای مدیر اداری مشخص کنین. درست است؟ بعد از این ماده قسمت داریم ثبت یوزر جدید. وقتی که ما یوزر جدید را ثبت میکنم فرضاً ما نامش نشته میکنم که اسد الله است. خب ایمیل شکست asad@gmail.com است. خب و این هم شماره تماس شان است، یوزر نیم که است اسد است و پاسورد شان هم فرضاً اسد 123 است. درست؟ کدام رول برش مشخص میکنین؟ فرضاً ادمین، مدیر اداری یا صدا کارمند، رول خودمون اینجا شما جور میکنین. درست است؟ صلاحیت ها که شما در اینجا جور میکنین، آدرس شده اینجا مشخص میکنین. باز امین افر میتونه فقط با امو بخشات سیستم صلاحیت داره یا میتونه کار کنه یا ببینه که شما برش مشخص کردین. دیگه ما داریم لیست یوزرها. در این قسمت برای ما یوزرهای خود نشان میده. یوزرها را که ما داشته باشیم در این قسمت میتونم ما اونا را دیلیت کنیم یا ایدیت کنیم یا پاسوردش تغییر بدم یا کدام یوزر را، پس یوزر نمیشه یا چیزایی شما تغییر بدم. درست؟ بعد از این ما داریم تنظیم حساب ها. در تنظیم حساب ها ما حسابداری خود را در قسمت ما رجستر میکنیم. رجستر صورت حسابی جدید. ما در قسمت میتونیم که صورت حسابی خود جدید را رجستر کنیم. برای کی جور میکنیم؟ فرضاً ما جور میکنیم داخل شرکت. درست است؟ یا داخل دفتر. درست است؟ در تخلص چیز نشتن نمی کنیم، شامل کتاب خود کش می باشه. درست است؟ این مربوطی کش می باشه. فعلا چقدر دلار دمی داخل ما داریم اما اوپنینگ خود را دمی قسمت ها ما بالا می کنیم. درست است؟ فرض ما 3000 دلار داریم و دبوانی که هست نه فعلا ما 2 لک افغانی فعلا ما داریم. درست است؟ و کالدار که هست فعلا از کالدار ما 5 لک کالدار ما قرضدار هستیم. اگر قرضدار بودیم داخل ما قرضدار بود با در طرف رسیدگی نشتن می کنیم. خب باز اینا را ما صرف می کنیم. اینا داخل شرکت ما جور شد. میتونیم با همین شکل حساب های صرافی هم را هم جور کنیم. درست است؟ صرافی احمدی. درست؟ در قسمت ما صرافی انتخاب میکنیم. فعلا شما در می صرافی احمدی چقدر دلار دارین؟ درست است؟ در این قسمت ما نوشته میکنیم فرض ما در می صرافی احمدی ما داریم 40000 دلار داریم و افغانی که است از اون قرضدار هستیم. چقدر قرضدار هستیم؟ 3 لک افغانی ما از اون قرضدار هستیم. درست است؟
باقی دا کالر ما کدام حساب نو داریم اینه میرم صف میکنم شماره تماس و آدرس اگر نمیتونید اگر نوشته کرده میخواستین نوشته میتونید درست است دیگه ما فرزند دیگه یک حساب جور میکنم به نام حجی احمد الله سهمدار درست است سهمدار ما جور کردیم برش حساب ما قسمت شیر هولدر باید برش مشخص کنیم خب فعلا اونا همراه ما داره فرزند اینقدر دلار داره یا افغانی داره یا کلدار داره دمه حساب چون شما خو از کتاب خود انتقال میتین درست است فرزند 3000 دلار همراه ما داره احمد الله سهمدار دیگه ما فرزند جور میکنیم به نام حجی محمود حجی محمود کی هست فرزند یک حساب قروض نقدی برایشان واس کردیم از یکی از دوستای ما هست که از ما قرض میخواد درست است یا پول اونا پیش ما هست یا ما برای اونا دادیم درست است هی باز کش لون انتخاب میکنیم درست است یعنی به همین شکل ما میتونیم که حساب بانکی هم در اینجا باز کنیم فقط میوان بانک از زی بانک نشته میکنیم در میوان بانک از زی بانک اگر پول داشته باشیم در بردگی انتخاب میکنیم فرضاً 3000 دلار یا 4000 دلار ما داریم درست است یا افغانی چقدر داریم در قسمت ما انتخاب میکنیم سرافی هم چنان شیر هولدر یا کرنت حساب فقط یک حساب جاری ما جور میکنیم برای یک کس احمد یا محمود هر کس باشه درست است چون شما میتونید در بین حسابات هم داد گرفت یا داد ستت که هسته اونو صورت بگیره درست است یک قسمت میتونیم که حساب ها را جور کنیم خب این قسمت می لیست صورت حساب ها صورت حساب ها را که جور کردیم داخل دفتر جور کردیم سرافی احمدی جور کردیم حجی احمد الله سهمدار جور کردیم میتونیم یکی از اونها دیلیت کنیم یا هم تغییرات بیاریم ایدیت کنیم درست است دیگه ما داریم در تنظیم حساب ها ما دیگه داریم ثبت ریکارد روزنامچه درست است روزنامچه که از ما میخواییم که در روزنامچه یک ریکارد یا یک انتری را ما ثبت کنیم خب ما پس هم دیگه قسمت ما داریم درست است را پس هم تشریح میکنیم خب ما دیگه داریم صورت حساب ها یا لجر ها اما کسانی که ما صورت حساب را شروع کردیم در کجا میتونیم که ما صورت حساب شبیه ببینیم این دیگه قسمت میتونیم فقط حساب را انتخاب میکنیم پس داخل دفتر درست است اینمی را برای ما جستجو کنیم خب داخل دفتر برای ما میگه که اوپنینگ بیلانس است اوپنینگ بیلانس ما 3000 دلار داریم در داخل دفتر درست یا هم میتونیم که از همین تاریخ تا به این تاریخ فرضاً از جوزای تاریخ سیومی جوزا الا فلانی تاریخ برای ما فقط همین گزارش بتین که از همین صورت حساب چه قفل آمده چه قرفته از داخل صورت حساب میتونیم که از افغانی هم چک کنیم به خاطر که سیستم که هست افغانی علایده دلار علایده کلدار علایده ثبت میکنه این هست صورت حساب کسان درست به قسمت لیست صورت حساب درست است این هم شد تنظیم حسابداری تنظیم حساب به خاطر که همی ثبت روزنامچه و لیست روزنامچه که هست ما شما دی قسمت ما داریم درست است دی تنظیم حساب ها که هست یک چیز دیگه هم هست و چارت حساب هاست چارت حساب ها را کلیک میکنیم از این قسمت ما شما میتونیم که کی ها قرضدار ما هست یا چی رقم چارت اپ اکانت هست درست است دی قسمت ما میتونیم در کش ما داریم فعلا یک داخل دفتر داریم دیگه حساب نداریم اگر ما در کش کدام حساب هایی دیگه داشته باشیم در قسمت برای ما نشان میده که دلار اینه قدر افغانی اینه قدر کلدار اخیرین بیلانس دان اینه قدر در بانک که هستن یک ما حساب در بانک نداریم اگر از زی بانک میوان بانک کابل بانک ما داشته باشیم در قسمت برای ما نشان میده که از زی بانک در زی بانک شما اینه قدر بیلانس دارین در کابل بانک اینه قدر دارین در فلانی بانک اینه قدر دارین درست است فعلا در سرابی احمدی ما اینه قدر دلار داریم درست است اما افغانی که هست ما از اونها قرضدار هستیم ولی دلار که است دلار ما همراهشان جمع است درست است کش لون که است قرضداری نقدی ما فعلا چیز نداریم شیر هولدر که است یعنی سهامداران از حجی احمد الله سهامدار یعنی قدر دلار همراه ما است افغانی و کلدار همراه ما ندارد درست است کرنت حساب که اگر ما کدام حساب جاری جور کنیم درست است این قسمت بر ما نشان میده باز بیلانس عمومی از اینا که است کلا ما اینی قدر دلار ما میشه اینی قدر افغانی ما قرضدار هستیم اینی قدر کلدار ما قرضدار هستیم درست است این است چارت اکانت یا چارت حساب ها ویدیوی جورنال که است ما در ویدیوی سوم براتون نشان میتم درست است تشریح میکنم که ویدیو طولانی